همه ساله با آغاز سفرهای نوروزی در ایران طرح ویژه پلیس و دستگاهی امدادی و خدماتی برای کاهش تصادفات رانندگی اجرا می شود اما متاسفانه علا رقم تمام هشدارها و آماده همچنان ایام نوروز در ایران به دلیل افزایش تعداد سفرها یکی از پرتصادفترین ایام سال است با هم گزارش همکارم را ببینیم حوادث جاده ای و مرگ و میره ناشی از آن همواره پای ثابت صفحه حوادث رسانه ها در ایران بوده و هستند. اگرچه حوادث رانندگی در تمام روزهای سال اتفاق می افتد، اما اخبار ناگوار این سوانه در تعطیلات نوروزی به واسطه سفرهای نوروزی افزایش می یابد و بعضا هم متاسفانه روزانه یک یا چند تصادف مرگبار با میزان تلفات بالا را شاهد هستیم. رئیس پلیس راهور ایران از کشته شدن 740 نفر تا کنون در حوادث رانندگی در ایام نوروز خبر داد. همچنین جانشین رئیس پلیس راه ایران خبر از مصدوم شدن حدود 12000 نفر در این تصادف را داده است. آمارها میگوید در دو دهه گذشته یعنی از سال 1382 تا 1401 جمعا 405 هزار نفر در حوادث رانندگی ایران جان باختند این آمار دو برابر شهدای جنگ از سال 1359 تا 1367 که 213255 نفر بوده اند میباشد این شرایط آنجا تأسف برانگیزتر می شود که مرگ و میر ناشی از تصادف ها در ایران با آمار کل اتحادیه ای اروپا که شامل 27 کشور و 450 میلیون نفر جمعیت است برابری می کند. بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران به ایسنا گفته است هر سال حدود 50 درصد معمولیت های امداد و نجات این سازمان در ایام نوروز مربوط به حوادث و تصادفات جاده است که این مسئله می طلبت رانندگان توجه و دقت بیشتری به خرج دهند تا کمتر شاهد اتفاقات ناگوار در ایام نوروز باشیم به گفته وی در برخی تصادفات به قدری به خود رو خسارت سنگین وارد شده است که نیروهای امدادی مجبور می شوند برای نجات جان سرنشینان از ابزارهای مختلف برای بریدن قطعات مختلف خود رو استفاده کنند چرا که دیگر قابل استفاده نیستند جان شیرین مهمترین داشته انسانها به حساب می آید اما سوانه جاده ای به راحتی می توانند مهمترین داشته ی انسان ها را از آنها بگیرد اگرچه مرگ و از دست دادن عزیزان بسیار جانکاه است اما مرگ تنها آرزه ناشی از حوادث جاده این نیست و در این میان متاسفانه بسیاری هم در حوادث جاده ای دوچار نقص عضو و یا معلولیت می شوند به طوری که علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی ایران در آبان ماه سال گذشته در همین رابطه اعلام کرد که سالانه 300 هزار تصادف رانندگی در کشور رخ می دهد که به طور متوسط 60 هزار معلول در سبد بهزیستی وارد می کند و این در حالی است که باید برای کسی که وارد سبد حمایتی و خدماتی بهزیستی می شود شغل ایجاد کنیم و همچنین به بهداشت روحی و جسمی و خدمات پزشکی او توجه کنیم حوادث جاده ای از عوامل مرگبار در ایران به حساب می آید عدم توجه کافی به جلو در هنگام رانندگی که معمولا در پی صحبت و یا استفاده از تلفن همراه صورت میگیرد همچنین استعمال دخانیات و خوردن و آشامیدن در حین رانندگی از جمله مواردی است که باعث عدم تمرکز راننده و در نهایت بروز تصادفات می شود. همچنین سرعت و سبقت غیر مجاز ناشی از عجله و شتاب هم از جمله مواردی است که منجر به وقوع تصادفات خونین در جاده ها شده و خانواده هایی را سوگوار و عده ای را مصدوم و یا معلول می کند رانندگی با حالت خستگی و خوابالودگی نیز از دیگر عوامل تصادف های جاده ای به حساب می آید موضوعی که هموار توسط پلیس راهور گوش زد شده است متاسفانه برخی رانندگان فقط به زود رسیدن بدون توقف و استراحت فکر کرده و حتی از خواب خود میزنند غافل از اینکه در جاده به خصوص مسیرهای یک نواخت چشمها خسته شده و پس از طی مسیر طولانی دچار خواب آلودگی شده و این امر میتواند حوادث جبران ناپذیری را در پی داشته باشد به طوری که پلیس توصیه اکید دارد که رانندگان پس از هر دو ساعت رانندگی حداقل 15 دقیقه به استراحت بپردازند.